بالا بردن سرعت در نوازندگی یکی از اون چیزهایی هستش که اصولا 90-95 درصد نوازنده ها بهش نمیرسن. میخوام بگم امروز چرا این اتفاق میفته. دقت داشته باش، پاسخ این سوال که امروز میخوام بگم خیلی مهمتر از تمام تمرین هایی هستش که تو برای سرعت میخوای بزنی. علت اینکه سرعت شما بالا نمیره ایرادها و قفلهایی در دستتون. یعنی چی؟ یعنی احتمالا شما یک ایرادی در نوازندگیت داری که اگه اون ایرادو برطرف نکنی سرعتت هم بالا نمیره، یعنی با تمرین زیاد اتفاقی نمیفته. الان برای توضیح میدم منظورم چیه. بذار با یه مثال برای توضیح بدم. مثلا تو میای دستتو اینجوری میچسبونی اینجا، یا این شستتو میذاری روی دسته. مثلا اینا علتهایی هستن که نمیگذارن شما در نوازندگی پیشرفت کنید. ولی میخوام اینو بهت بگم، نکته اصلی که امروز باید بگیری و در دو ویدیوی بعدی میخوام تمرینهاشو بهت بگم اینه. علت اصلی که نوازندگی شما سرعتش نمیره بالا اینه که قفلی در دست شما وجود دارن. معمولا همین قفل در استایله. استایل هر چی که باشه اگر شما انگشت چهارمت رو اینجوری با کف انگشت داری میاری و اینجوری قفله، ببین این انگشت این شکلیه، این هیچ وقت سرعتش بالا نمیره. اگر که این انگشتاتو اینجوری میگیری و این انگشتا بالا سر همه، این سرعت هیچ وقت بالا نمیره. دست باید همیشه آماده باشه. اگر که دستو خیلی کج میگیری و انگشت چهارت قراره آژانس بگیره از اینجا بیا تا گیتار رو برگرده، این سرعت تو هیچ وقت بالا نمیره. پس رعایت نکات استایل میتونه خیلی بهت کمک کنه. دو سه تاشو که همین الان بهت گفتم، بقیه‌اش هم توی دو تا ویدیوی بعدی برات میذارم، تمرین هاش هم دادم که به چه صورت انجام بدی. توی کامنت بهم بگو که تو برای بالا بردن سرعت چه مشکلی داری و بالاترین سرعتی که تا حالا با مترونوم زدی چند بود.